آقای ماه حجاز ماسکن گرماز حاجی ماه بی همتوز ماسکن گرماز ماسکن گرماز تن بدن لب ناف همه و همه شنجوز ماسکن گرماز گلابی آه چه گلی اون بهشت بر اینی که خدا وعده داده همینجاست چرا همچی میکنین آقا دلم کنی عزیز دلم مثل این که یادت رفته امشب شب جمعه است ما اصلا یادم نبود من که مثل شما نیستم روز شماری کنم واسه شب جمعه پلا دست خودم نیست از بچگیم هم هیز بودم خدا از سر تقصیراتم بگذره یادم 5-6 سالم بود با دخترای همسایه عروس داماد بازی میکردین همیشه خاک عالم خدا لعنتتون کنه یعنی اون وقتاتونو آره زیر کرسی یادم سه تا دختر بودن عزت و عفت و معصومه اما پسر فقط من یکی بودم دخترا همشه سر عروس شدن با هم دعواشون میشد یعنی سر شما با هم دعوا میکردن آره دیگه من تنها دامادشون بودم خوبه خجالت هم نمیکشه من اگه جای مادر اون دختر رو بودم چشاشون از کاسه در میآوردم اصلا هیچ معنی داره حسودی نکن عزیز دلم اون موقع تو هنوز به دنیا نبودی خب دیگه چه کاری کردی هیچی دیگه برای اینکه دخترها دعواشون نشه تصمیم گرفتیم که هر دفعه یک کدومشون عروس بشن به نوبت هر دفعه شما دماد بودین آره دیگه ماشالله چه اشتهایی نکنه حالا میونه حواس کنین سه تا هجله بر خودتون درست کنین نه حالا یه هجله دارم با یه حوری بهشتی که با تمام دنیا حواسش نمی کنم کلوی من
بله حاج آقا. میخوام همچی محکمش کنی که طوفان نو هم نتونه تکونش بده. خیالتون تف باشه حاج آقا، هش بیخش کردی. تو چرا متفکر میزنی خانوم کن؟ خانوم پای سماوره. این طرفشو دیوار کشیدین، اون سه طرف دیگرشو چی کار میکنی؟ اون سه طرف مشرفه به ما نیستن. بیا اینجا بینم، بیا جلو بینم. بله رو تو بگی، مگه نمیدی نامحرم توی خونه؟ آه نداره بار تو مطبع. آقا جون بیای. آقا جون اون دستتو بپوشون، نمیدی نامحرم توی خونه هست؟ چی کار داری الان؟ صداتون کنم بیان چایی بخوریم. بگیرین این چایی. صد دفعه گفتم وقتی نامحرم تو این خونه هست یا منو صدا نکنین یا انگشت صاحب مردتون رو بکنین تو دهنتون که صداتون شناخته نشه. آقا برای کارگر چایی بریزم. ببین از مادرت یاد بگیر، دو تا کارگر اون برای حیاط رو پشت بون دارن کار میکنن، این اینجا انگشت چه میکنه تو دهن. یه چایی هم اسم من بریز. وقتی دو تا گردن کلوف تو خونه هستن آدم اسم خواهرشو به زبون نمیاره. بچه جون چادرت کو بچه جون، اون چادر رو باور بدین ببینم. شما هم دیگه شورشو در آوردین، بچه 3 ساله چادر رو میخواد چیکار بکنه؟ دختر از بچگی با چادر سرش کنه تا عادت کنه. آفرین جلال خاله قضی تو مون قرمزی ها برمونه جرمه آج آقا تمام شد، فرمایشی نداری؟ دست شما دردن کنیم. چقدر بده کاریم آقا؟ آبری نداره آج آقا. اختیار داریم، بفرمی. محمد! بله! بوری کنار با منه. بله آج آقا. امشب زود میام خونه. اوه دیک شد که بی انصاف. ماس ماس کنگر ماس، ماس ماس کنگر ماس، خونه خالی از حاج آقا، این رقص مطربان. ماس ماس کنگر ماس، این سینی هم بر به ماس، این کوچولو مال ما، تاج سر حاج آقا. ماس ماس کنگر ماس، خود اشتغال مسازی. ماس کنگر ماس، گوشت شیشک تو دیزی. ماس کنگر ماس، این شاگل شاگلا، این دختر مال ماس. ماس ماس کنگر ماس، کفش خانون تا به تو، عروسک بی هم تو، از سل و شکر و طلا و آبروی من رو بر نمیگردونه. شما خواهیتون یه روزه به من گفتین زنی که خیانت کرد باید کشته. لعنه دختر. بله دختر. ننگ دختر مال والدینه. بله زنمشو طلاق داد. تموم شد. وقتی تنها آدم نیستش. بله دختر. چیه؟ فوتو بکیر بفرمی. قربون دست شما. بفرمایی محمود آقا بفرمایی، ناراحت نباشین درست میشه. بابا باش بیا جلو شام تو بخور. الان آقا جونت میادی و صداشو میشنوه خون بپا میکنه.
اگه نباید رادیو گوش بدیم پس با چی خریدینه؟ این رادیو رو واسه دعای سحر خریدم. صد دفعه به من سفارش کرده رادیو رو دست بچه‌ها نده. بابا همه بچه‌ها تو خونه‌شون تلویزیون دارن. اون وقت ما این رادیو فسقلی رو نمیتونیم گوش بدیم. اینا به آقا جونت بگو همه‌شون سر من شیر شدن. فردا صبح تو بیا تو محضر، من خودم یه ساعته کارو تموم میکنم. از میان تو روزنامه نوشته دیگه هیچ مردی نمیتونه زنش طلاق بده. اون قانون حمایت خانواده است، اون همین روزا باید تصویب بشه. یعنی اگه تصویب بشه چطور میشه؟ هیچی دیگه، چطور میخوای بشه؟ باید دادگاه حمایت خانواده رأی بده تا ما بتونیم طلاق بدیم. بح، عجب دور زمومه شده، دیگه آدم نمیتونه زن خودشم طلاق بده. این خراف شرعه، حق طلاق با مرده. یعنی مرد هر وقت که هوس کرد بی جهت و با جهت باید زنشو طلاق بده؟ شرع همچی چیزی نگفته. برای طلاق باید دلیل قاضی پسند وجود داشته باشه. خاک تو اون سرت، خجالت نمیکشی؟ بی بگی کوفت کن. هنوزم اینجاست؟ آره، برو دعا به جون حاجی آقا بکن، وگرنه تیکه بزرگت گوشت بود. خجالت نکشیدی مرد که نرخه رو ورداشتی آوردی تو خونه؟ او خواستگار اولم بود، ما همدیگر واقعا دوست داشتیم. بابای خدا بیامرزم به زور منو مجبور کرد که زن محمود آقا بشم. خدایا تو خودت از سر تقصیرات من بگذر. تو خودت شاهد بودی که من از لایه در دو سه کلمه بیشتر باهاش حرف نزدم. آقای مسکلی بفرمید. دخش شما بودم. یه شما ریش سفیدی نمی کردی توی محل دارو چه جاهلن دیگه. آقا زنی که میشه طلاق داد چرا آدم بکشه؟ بله کاملا بله. درست. بیچاره از دستش رفته تو کتی زغال قایم شده. جاش همونجاست. آقا جد این ضعیفه رو روانش کن زودتر بره. بله بگو بره. ایوا کجا بره؟ یه وقت شوهرش میکشدش. بفرمایید. من چه میدونم؟ بفرمایید. بره خونه فامیلاش. یه زنی که به شوهرش خیانت کرد من تو خونه نگه نمیدارم. پس چرا پدرمیونی کردید؟ میخواستین مثل دختر میستقی که بهش گفتین برو پیش بابات، اینم بفرستنش برو پیش شوهرش. آخه این جونش در خطر بود. اون طفلکم وقتی از خونه ما رفت یه ساعت بعد نشش از خونهشون بیرون آوردن. پدرش با کار داشت بس خونه قیمی برمش کرد. پس چرا اونجا دخالت نکردی؟ دختر با زن فرق داره. زن وقتی یه ننگی به بار میاره میشه طلاقش داد. ننگش دیگه مال پدر مادرشه. اما دختر وصله تن آدمه. فقط با خون ننگشو میشه پاک کرد. حاجی آقا این حرفا مال زمان بربریته. پیغمبر اسلام تکلیف همه اینا رو روشن فرمودن. یه همچین دختری رو باید به عقد همون آدم دره ورد تا لکه ننگ پاک بشه و گناهش هم شسته بشه و السلام. بله میدونم، اما من خدا اون روز نیره. فقط با خون میتونم لکه یه همچین ننگی رو پاک بکنم. بای بای خدا روزو نیاره. تو خانواده ما همچین چیزایی نبوده و نخواهد هم بود. بعضی وقتا تو راه مدرسه مونی رو میبینم همچین روش رو محکم میگیره که به زحمت جلوشو میبینه. مونی دیگه چیزیه. این دختر وقتی خواستگار میاد اصلا خودشو نشون نمیده. این دختر اینقدر هوش و حیا داره اصلا با زنام خجالت میکشه حرف بزنه. رسی حاج آقا، این همسایه دیوار به دیوارمونم به هاجر پیغوم داده مونی رو برای پسرش امیر میخواد. مبارکه. قاضی خان خباز؟ بله. اسم این مرتکر جلو من نیار. یه اسمشو نیار، ریختش هم نمیخوام ببینم. چرا؟ با هم حرفتون شده؟ نه، الان 20 ساله که محلش نمیذارم، جواب سلامش هم نمیدم. همشیرتون میدونه چرا؟ چرا؟ من اصلا یادم رفته بود. نه بابا به دلت بد نیاد، این حاجی خان 2 سال پیش از عروسی شما مادرشو فرستاده بود خواستگاری شمسی. خدا رحمت کنه مرحوم والدمو. جواب رد بهشون داد، گفت ناف شمسی رو واسه پسر عموش حاج آقا علا بریدن. رفتن دیگه هم پاپی نشدن. میدونم، اما دل من از این مردی که چرکینه. آخه چرا؟ خانوم به این ضعیف شام بدن. وا این پرسیدن داره، یه بشقاب بهش بده دیگه. نه نمیخواد، بذار گشتگی بکشه تا آدم بشه. دیدی گفتم خانوم پرسیدن داره. نگاه کن یه جوری که در همسایه‌ها روانش کن بره. چشم.
شما سالی 3-4 هزار نفر رو شام میدین، اینم یکیش. آره بعده آخه بیچاره به ما پناه برده. اونا مستحقن. این زن بیچاره مستحق نیست که گرسنه و تشنه 5 ساعت تموم توی اون کته زغال 4 چنگولی بوده. مستحق پاراجوره. آخه نداره دیگه حرفا بزن. تو که اخلاق منو میدونی؟ وقتی بهت گفتم نه یعنی نه. خیلی دیگه حرف اون مرد که عادی خان خبازم جلو من نزن. پسرش که گناهی نکرده. برای من کسی که بابا گناهکاره. تخس بودم منت دیرم نکشید. مگه من گفتم منت بکشین؟ هر پدری واسه پسرش میره خواستگاری. اگه مادر من زنده بود مادرمو میفرستادم. اولا تو هنو درس تموم نشده، دوما تا وقتی مثل دخترا گیستو بلند میکنی واسه نمیرم خواستگاری، سوما در هر خونه حاضرم برم خواستگاری جز خونه آجا فعلا. این مرد که 20 سال جواب سلام من نهده با. میگم این مردی که 20 سال جواب سلام من نهده، 20 سال که همسایه دیفال به دیفالیم تو کوچه که منو میبینه سرشو بر میگردونه. آقا جون میدونم براتون مشکله، اما من مانی رو دوست دارم. اون سر اولاغه اقلن جلوی نگو. همش تقصیر شماست که فاطمه سلطانه بیرون کردین معصومه را آوردین. مادر خدا بیامرزدم همیشه تقصیرها رو مینداخت گردن من بیچاره. تو هم از اون به اسم بردی. اگه اینو نمی آوردم تو خونه تو الان 70 جور مرض گرفته بودی. معصومه معصومه سب کن ببینم کجا داری میری؟ این خونه دیگه جای من نیست. نخیال کنی واسه امیر خان میگم ها. اما تو خونه که زن باشه من نمیمونم. امیر اگه زن میگیره از این خونه میره من میمونم و تو. منم که زن ندارم خوب دیگه. گربونه برم نازی. نمیرم واسه نمیدارم. دوست دارم مانی. اگه دوستم داری پس چرا نمیای صحبت کنی؟ ببین همچی که درسم تموم بشه بابا میرسم خواستگاری. دختره این دیوانه جا خوش کرده حاجت. برو بگو بیاد پایین الان حاج آقا میاد. اگه ببینی خون را میوخه من که هرچی میگم به خرجش نمیره. میدونم چقدر درد دلک دارن. قربونه برو بگو بیاد پایین. تو خود که داری بیاد بلنکو ماما بذار با این چیمو هرچی بزنم تو سرش تا دیگه مثل دوزان نیاد رو پشت اون ما. نه فهمیدم چه غلط ها به تو چه مربوطه که دخالت میکنی؟ بذار آقا جونم بیاد بهش میگم تو پوست سر همه تون بکن. جرأت داری بگو؟ منم میگم که امروز بعد از ظهر با امیر خان رفتی سینما. اون وقتی که بزرگ گوش شده فهمیدی؟ بایسته بینم بایسته بینم بده من کارا چه میکنه بچه جون؟ همش یه خوش انگو یه حفم برداری دوزیه بیا برو بخری آجه خود سلام علیکم. چه آجه آجه از این طرف ها؟ 8 گونی برنج با تتون فرسته. بله پولشو با اجازت تو سر برش تقدیم بکنم. آخه مشتری ما بیشتر اداره جاتی هن. اینه که نسیه میبرن. بله خب ببینید خدا حافظ شما. مانیش دوست دارم. یواش آجر اینجا نشستی. بیا کجا؟ بگو نه
ببینم منیر کجاست. منیر تو اتاقش خوابیده بابا. یاد کنی من کورم. سایه اون مرد رو دیدم که داشت با یه زنی حرف میزد. از اون زن کی بود؟ منیر نبود حاج آقا. اون زن کی بود؟ اون زن کی بود؟ من بودم. شروع غیرتش میذاره حاج آقا. حاج آقا جونم. حاج آقا. 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 شوهرش خیانت کرد، خونش حلال. دلش کنه حاج آقا، این نبود. بس تو بودی پدر تو بس بیاره. نمیشه یه کلام حرف زد. من راست شو تو بودی آمانه. نگه نگه هر دا تو میکنم. میکشن اما زن رو طلاق میدن. اگه راستشو میگفتن حتما تو رو میکشت. ولی حالا منو طلاق میده. حاج آقا. حاج آقا داری به هوش میاد. زود باشین. زود باشین بریم تو اتاق. یالا زود باشین بریم. بریم ببینم. حاج آقا. حاج آقا میخوای چه کنی؟ لکه این ننگ باید با خون شسته بشه. خودتون به محمود آقا داشتی میگفتین دختر رو میکشن اما زن رو طلاق میدن. همین الان باید از این خونه بره بیرون. چشم. همین الان بیرونش میکنه. همین الان میفرستمش بره. همین الان حاج آقا. اینجوری نمیتونم بری. یه جلو اگه جلو بیای خودتم کتک میخوری. بای گران زن نانجیب ریختشم باید نانجیب باشه. ریختشم باید نانجیب باشه. برای گوشی
من باور نمی کنم. خواهر من نجیبه. تو خانواده ما همچی چیزایی نبوده. تو خانواده ما همچی چیزا نبوده. اما حالا تو خونه خودم پیدا شده. اونم یکی از خانواده شما. شما خودتون گفتین زنی که به شوهرش خیانت کرد باید طلاقش داد. مال بعد بیخریش زوابش. درست. حق با تو. خاک بر سر من که آخر آمیر موسیار شدم. چه کار کنه؟ آقای مسکوری طلاق بده ها؟ هر غلطی دلت بخواد بکنی بکن. من اصلا دخالت نمی کنم. یکی دیگر خواهرش را طلاق میدهد، ناسزاش را نثار من میکنند. آقای مسکوری، آقای مسکوری، آقا جان، یک طلاقه یا سه طلاقه؟ من نمیدونم، خاک بر سر. تو یه خانواده رو بیچاره کردی. برو پشت تخت وایسا. مثل این میمونه که بم زیر خونشون گذاشتی منفجر کرد. اگه شما زودتر رفته بودی خواستگاری، این اتفاق نمیافتاد. حالا تمام تقصیر رو گردن من. بله شما بودی که گفتی 25 سال پیش خواستگار مادرش بودین، حالا آرزو دارین دخترش واسه من بگیرین. فکر مانی رو شما انداختین. بردش رو اون کلتو ببرن. تماشا کن، موهاشو مثل زنا بلند کرده، میخواد بره خواستگاری. شما چرا به موهای من پیره کردین؟ من هیچ پسر شما که مثل کف دست صاف ایرانی نیستم. این خدادادیه. این خدادادی نیست. این خدادادی رو من میبرم از تعمیرم بترش. شما خیال میکنی من هنوز بچه 10 سالم که به سور منو ببرید سلمانی؟ میدونم نره خر شدی، اما امروز زورم بهت میرسه. تا سر تو از تندم نترشن نمیام خواستگاری. اونا سره اونجا. خیلی خب بلام کن. برو جا رو تو میگم. خیلی خب خودم میرم. برو پر خر. بابا من نمیخوام، مگه زوره؟ برم کنیم. برم کنیم بابا، نمیخواد. برش کنیم. خودم میرم. خودم میرم. برش کنیم بذاری خودش بیا. برو جلو. برو جلو. برو جلو. نمیخواد. من نمیخواد سرمو بزنه. استاد. باشی رو بیار همینجا. بابا برم کنیم. همینجا بطن خیابون. آبرو من رفت تو خیابون. یرش داشتم. برم برم. خدا نه 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 بسته دیگه. نمیخوام. حالا دست پاشو بگیری بلندش کنیم. بابا بذاریم زمین. برم کنیم. هیچی آقا پسرش هیپی شده، آورده سرشو به زور بزن. هیپی شده؟ هیپی مثل اون یاری که داره میاد. چی شده؟ پسر دنبال دختر مدرسه یا افتاده آوردن سرشو بزن. آخه خجالت داره کسی که دنبال دختر مدرسه میفته باید گردنشو بزنن. تو رو خود دنیا رو نگاه کن، چه دور زمونه شده. دیگه همه دنبال دختر بچه ها میفتن. چی شده آقا؟ موی هیپی ها رو میبارن. چه فکری تو؟ هنوز دم نکشیده. بچه ها کجا؟ مانیر، مولی، ربابه. ربابه بخور. مانیر، مانیر آجر، آجر این بچه ها کجا که نمیرون نهار بخورن؟ نمیدونم، ربابه اشتها ندارم. رباب جون، رباب جون، باش بیا نهار بخور، بیا پیش بابا. ای کجا داری میری؟ بیتم اکثر جات بگی بشین. نهار چطور شد؟ هنوز دم نکشیده. اینو به سر سفره ببینم. بذار تمام بیام. برای آقا جون این تو کشیدی؟ همینم زیاده. کس که زن نازنینشو اونجور از خونه بیرون میکنه آجر پاره باید جلوش گذاشت، نه نهار و شام.
حاجر لا لا خیل همین از صفرش کو نمیدونم خانم صفره رو کجا گذاشته ماست چرا نیوردی بچه ها خوردن نمک فلفل سبزی خوردن همه چی رو من باید به تو بگم شمسی خانم نبود که براتون سبزی پاک کنه خیلی خطا که بودی شما که سبزی پاک کردن منو قبول ندارین اونی که قبول داشتین نیست سبزی خوردنم نیست پنج تومن پول کتاب کارسازی کنید هر کی پول کتاب میخواد بیاد دست باباشو ماچ کنه بگیره آ محمد محمدی لا اله الا الله خجر بیاییم بچه رو سرپا بگیر بدش من ببینم بود دوباره تو بغل بابات بشیم بود دوباره کلم بوده بیا جیگر بابا تو این خونه تو فقط به فکر بابادی ها چی کار داری میکنی؟ حجب این بچه رو سرفا بگیر بابا با من عادت نداره چون که همیشه با مادرش میرفته حالا اون که نیست تو بیا سرفاش بگی مادرش نیست پدرش که هست صدای در میاد برو در با کن من خجالت میکشم خجالت بعد از اون ماهی دخترونه میکشیدی واسه من پیرمرد بعده که سر بره نباشه سلام هادی ما اومدیم خواستگاری وا نوشدارو بعد از مرگ سهراب تشریف ندارن تشریف دارن چرا اما مثل برج زهر مار تشریف دارن من که جرئت نمیکنم بگم خواستگار اومده عجب. اونم هادی خان و پسرش خب یه جوری درستش کن دیگه پولتون مال خودتون خانم نازنینمو بی آبرو کردی خونه عینهو بهش بود شما اینطور جهنمش کردی بله میدونم مقصر منم یعنی تقصیر بابامه که زودتر نیومد خواستگاری باز من مقصر شدم من یه تقصیر بزرگ تو عمرم کردم اونم اینه که تو رو پس انداختم آه نداری با ناله صدا کنی خیال میکنی کسی به تو دختر میده نده اقلا میفهمی که زنش بی تقصیره همین واسه من بسه اونم چه بی تقصیری دلم واسهش کباب میشه خب یه دقیقه وایسین ببینم چی کار میتونم براتون بکنم ببینم میتونم گردنش بذارم یا نه حاج آقا چیزی نا اومدن کیا؟ همینا دیگه این همسایه ها کیا هم؟ بابا اینا دیگه این کیا؟ هادی خان و پسرش چی کار دارن؟ چه میدونم گفتم یه کار خیلی واجبی دارن برو بگو حاج آقا نیستش تو که میدونیم از این مردی که چقدر بدم میاد حالا برم چی بگم؟ بگم حاج آقا شما بدش میاد؟ آره بعدم زود بیاییم بچه رو بگی میخوام یه چرت بخوابم بفرمایید تو بفرمایید بریم تو اتاق مهمون خونه بهشون گفتیم ما اومدیم به آدمی که حرف حساب سرش نمیشه باید کلک زد بفرمایید تو اتاق بشینین پشتتونم بکنین به در اینم دکشون کردی رفتن؟ بله ولی دو نفر دیگه اومدن با شما کار دارن کیا هستن؟ والا من نمیشناسمشون با شما کار دارن اون وقت منم ناچاری تعارفشون کردم تو اتاق مهمون خونه بریم ببینتون دارن ضرر که ندارن کیا هستن این آخه؟ بفرم سلام علیکم چاکر شما یعنی چه؟ بفرم خواهش میکنی خجالاتم خوب چی چیه؟ عرض دارم تو لعنت خدا بر دل سیاه شیطون حاجر اون داره واکا بینم شما رو دست شما چ کن اون در واکا بینم حاج آقا من مقصرم یعنی تقصیر بابام بود که دست منی بل کن سگ چارچش حاج آقا البته تقصیر منم بوده که زودتر نایمدم خواستگاری ای کاش زودتر میامدی خواستگاری بعد از 17 سال فهمیدم که این سریت دیگه من نیست لایق همون هادی خان خفازه حاج آقا ما اومدیم به شما بگیم که عیال شما بیگناهه بله درست حاج آقا چی؟ خانم شما از فرشته هم پاکتره من تصدیق میکنم که پسرم خطا کاره
اما به خدا نظر بدی نداشته. خانم شما از ترسی که مواد خور را بیفته سفر بابا شوید عین حقیقت دختر خانم شما یه تیکه جواهره. بله شما اگه امیر رو به قلومی قبول کنین همه چی به خوبی و خوشی ختم. بفرمایید شفر بفرمایید دهنتون رو شیرین کن. پسر شما چی کاره هست الان؟ درآمدش چقدر؟ مال ما همین یه دونه پسر رو دارم. هرچی هم که من دارم مال اینه. میگم درآمد خودش چقدر؟ من به شما چیکار؟ خب محصله. حالا نامزد میکنی این وقتی سر و سامون گرفت به سلامتی عروسی رو راه میندازی. من حالا نمیتونم به شما جواب بدم. در هر صورت از شما متشکرم. من از اشتباه بیرون آوردیم. اما اول باید تکلیف خودم روشن بشه. تکلیف شما روشنه. همین امشب دست خانومو میگیریم و میاریم سر خونه زندگیش. به این آسونی هم نیست. طلاقش دادم. خب دو مرتبه رجوع کنید. این که کاری نداره که. روم نمیشه برم خونشون. خیلی بهش بد کردم. باش بد تا کردم. بهش تهمت زدم. خب چون مقصر اصلی پسر منه بندم کمی مقصرم. اجازه بدین خودم این مشکل رو حل کنم. جناب عالی بفرمایید همین الان بریم منزل آقای مذکوری. بفرمایید. بفرمایید. آقا داده اجازه ندارم در رو واک کنم. عزیز دلم من غریبه نیستم. اومدم بگم همه چی واسم روشن شده. من اشتباه کردم. وقت مسلمون با زن نامحرم اینطوری حرف نمیزنه. خجالت داره. الهی من قربون اون سرتاپات برم که اساری نجابتی. خب به شیطون لعنت بفرستین. هر کی با زن نامحرم اینطوری حرف بزنه جاش طبقه هفتم جهنمه. فایده نداره. من زن خودمو میشناسم. این درو با نمیکنه. عزیز دلم تا یه ساعت دیگه محرم میشیم. بریم محضر آقای مذکوری. خب صد تا من میدونستم خواهرم بی تقصیره. تو خانواده ما از این چیزا نبوده. میدونم. من مقصرم. یعنی اوضاع و احوال یه طوری بود هر کسی دیگه هم جای من بود همین اشتباهو میکرد. مقصر اصلی این جوونه که نفهمید. البته بابام هم تقصیر داره که زودتر تو خفه شدی که حالا اشتباه قابل برگشته. آقا حاضر شاهدم حاضر دو مرتبه رجوع کنی. جان من خیلی باید ببخشینا پوزش میطلبم. به این آسونی هم که شما تصور میکنین نیست. این که مشتری غریبه نیست. لفتش میدی سیغه عقد و جاری کن کلاش کارو بکن بره دیگه. جای اون زدلاغه کی به تو گفتی غلط رو بکنی؟ خورت فرمونی هر غلطی دلت میخواد ده همه غلط ها این غلط رو باید بکنی؟ تو دفتر که وارد نکردی؟ نه خیر حکم دادگاه که نداشتم فقط طلاق شرعی جاری شده. میدونی این کار جرمه؟ میدونی اگه بفهمن در محضر منو میبندن؟ البته که میدونم. خاک بسه خیلی این میچاره تحصیل نداره. ولش کنین آقای مذکوری. بنده پرسیدم یک طلاقه یا سه طلاقه. ایشون فرمودن هفتش ده بیسی طلاقه. راست میگه. من بهش گفتم طلاق بده. تقصیر منه. البته بابا من مارکم شا. ایشون فرمودن طلاق بده. بله. تو باید سه طلاقه کنی؟ بله. بگه سه طلاقه کرده؟ بله 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 اوه دیگه من از جا بله جیوه تا کنسه طلاقه کنه آجابا 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 هیچ کس مقصری کاریه که شده سبویی شکسته روغنی سیخته حالا عوض همه اینا باید فکر چاره کرد. چه چاره ای؟ باید محلل بگیره. آه 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 آ
بابا اینقدر دوباره مقصر نگردین، فکر حال این بیچاره رو بکنی. من مرده شدون ترکیبه که ببره برای گام شو بفرما جبا آب خوردن بخور حال جا بیاد بخور جا آقای مسکونی زن من زن من دیگه بله قانونم زن شماست، چون رأی دادگاه خانواده برای طلاق شما صادر نشده قانونم شما زن شوهر هستیم. ولیکن زوجه شرعن به ایشان حرام است. من نمیفهمم، قانونم زن منه اما شرعن به من حرامه؟ آجاقا خواهش میکنم بلند حرف نزنید، این کار خلاف قانون جرم داره. تو محضر من نباید از این اتفاقات بیفته، میفهمی آقای رافعی؟ بله. اگه سر و صدایی بلند بشه جای سرکار تو زندونه. زندان. همین الان میرم دادگستری شکایت میکنم تا تو شیادو بندازم تو هلافتونی. شما رو به خدا داد نزنید، این کارو نکنید، در محضر منو میبنده. ببینیم پدر کار به کجا کشیده؟ حالا اگه من بگم همش تقصیر شماست که زودتر نیومدید. اگه من همینجا سند محضری امضا کنم که مقصر هستی منم ولم میکنی تخم سگ. عرض کنم خدمت جناب عالی حاج آقا علا، هیچ مشکلی نیست که آسان نشود. جماعتی هستن که اصولا شغلشان اینه، پول میگیرن، ضعیف رو عقد میکنن، خب بعدم طلاق میدن، بعدم میان وسط بازار دم در هر حجره‌ای میگن من محلل زن حاج آقا علا بودم. اگه این شارگ هم بزنی زیر بار هم چیزی نمیرم. نه حاج آقا علا، این آدم ها راستار هستن. خودش که میدونه، تو که میدونی، همین برای هفت جهت من بسه. من تو بازار آبرو دارم آقا. حاج آقا حق دارن، آدم یه وقت حاضر جونشو بده واسه اینکه یه جو آبروش حفظ بشه. ما باید یه کاری کنیم که آبروی این مرد حفظ بشه. درسته، اما آخه چی کار کنیم؟ قانون اینو میگه. این قانون درست نیست. من یه اون با حیثیت و آبرو زندگی کردم، صدای زن من نامحرم نشیده، حالا برم خودم یه نرقه رو بردارم بیارم. این قانون ظلمه. کف نگو حاج آقا، این قانون خداست، قانون خدا این عدالته. استغفرالله بگو، استغفرالله بگو. استغفرالله. خدایا آخه این قانون یعنی چی؟ منو مجبور میکنی زنم بنزم تو بغل یکی دیگه؟ نه، این قانون شما رو مجبور میکنه که زنتون رو سه طلاقه نکنی. من نکردم آقا، این مردی که کرده. البته به دستور شما بنده به خاطر جنابادی قانون زیر پا گذاشتن، موجودیت خودم به خطر انداختن، حالا مقصر هستن. آقایون شما ها بگین آقا تقصیر با کی بوده؟ با هر دو تون. خواهش میکنم آسخون لده نه من حقیقت آقا تقصیر کی بوده؟ والا من از این کارهای محضری سر در نمیارم. آقا جون خواهش میکنم شما بگو تقصیر با کی بوده؟ من از اول مقصر اصلی همون مقصر اولیه. یعنی چه مقصره؟ من میدونم یعنی چی. تقصیر خود که در کار عجله به خرج دادین و برخلاف قانون رفتار کردین. الله اکبر الله. به نظر من راه عاقلانش اینه که برای حفظ آبرو و حیثیت ایشون این راز از بین ما پنج نفر خارج نشه. یعنی چه؟ بالاخره وجود محلل لازمه. حالا چه عیب داره یکی از ما این زحمت رو قبول بکنه؟ بنده که معذورم، والده بچه اگر بفهمد فدوی رو تیکه و پاره میکنه. منم که برادر زنش هستم، اونم که دومادشه، پس میمونه شما. من حاضرم برای حفظ آبرو و حیثیت حاج آقا علا این فداکاری رو قبول کنم. ده شما حاضری محلل بشین؟ ده من حاضر نیستم. اگه تو دنیا فقط یه محلل باشه اونم هادی خان خباز باشه من نمیخوامش. لا لا پس چاره ای نیست، باید یکی از این محللای حرفه ای رو پیدا بکنیم، یه پولی بهش بدیم عقد کنه، بعدم طلاق بده. این بهتره. یه آدم گمنام جلنبری هرچی بخواد بهش میدم، به شرط اینکه عقد کنه همون ساعت هم طلاق. آقا رافی جان، شما یه آدم مطمئنی سراغ دارین که قولش قول باشه؟ این قول دکتر آرا فقط اخلاقیه و الا وقتی صیغه عقد جاری شد زوج حق داره زوجه رو تصاحب بکنه. به همین آسونی؟ بله، از این محسنتر. این مسخره است.
من ترجیح میدم زنم تا آخر عمرم بهم حروم باشه تا اینکه یکی دیگه تصاحبش کنه. اصلا میخوام شوهر نامحرم باشم آقا. آقا اگه پول چشمگیری بهش وعده بدیم بهش اون پول مجبور میشه طلاق بده. حاضرم به شرط اینکه روی زن منو نبینه. اینو دیگه معذورم، قانون صراحت داره، معلم باید زوجه رو لااقل یک بار تصاحب کنه. لااقل یک بار؟ بله قانون شرع اینو. یعنی بیشترم میتونه؟ البته. بابا این بیچاره رو دقمرگ میکنین شما. بالاخره باید به طریقی گوشش رو پر کرد. لازم نیست همه چیزو یه دفعه بهش بگین، کم کم حالیش کنین. رفته شما باید یه کمی تحمل داشته باشین. اونطوری هم که شما تصور میکنین نیست حاج آقا. تصور چه؟ شما میگین طبق قانون شرع محلل حق داره زوجه رو تصاحب کنه. بله، اما هر قانونی تبصره‌ای هم به دنبال دارد که راه مفری مفتوح می نماید. دفتر هاشم بگو قانون می گوید محلل حق دارد و باید زوج را تصاحب بکند. باید. اینه که می دونم. باید. دفتر هاشم بگو. اما می توان کور مادرزادی را پیدا کرد که حضرت علیه را رویت ننماید. باریکلا. یه مرد مریض، دم مرگ، افلیج، کر و کور و لال، تا فردا باید در من پیدا بکنین. البته اگر مسافر غریب باشه دیگه چه بشه؟ همه کمک میکنه. اصلا از فردا صبح پنج نفری میریم پنج گوشی شهر. تا شب هر کیو پیدا کردیم میاریم پیش شما تا شما بهترینش رو سوا کنیم. عالیه. چه میدونم یکی از حاجیه بازار، اول بهش گفتم 500 تومن خرج داره، سیغه که جاری شد گفتم حالا 50,000 تومن میگیرم طلاق میدم، این برا اون بر بالا و پایین 10,000 تومن گرفتم رضایت دادم. خاک بر سرت کنم. چرا؟ تو یه ما جون میکنی و کار میکنی، یه شب میبری میریزی تو دومن زنا، اونم چه زنایی. اما این بابا 10,000 تومنم میگیره. اون وقت تازه چه زنایی، فقط باید تو خواب ببینی. نه اصل کارین درسته. اون دو تومنه بده من، همین 2,000 بسته تایی کاش بهش. تی کردی؟ اینا دبه در میارن را الان تی میکنم. خوبه. آقایون برای اینکه بعدن جایی هیچ گونه گله گذاری توش نباشه، هر کسی انتخاب بشه 100 چوق حقوق میگیره. شام هم مهمون ماست، بقیه فقط 5 تومن حق پا میگیره. بلند شو بابا، صرف کن. صرف کن آقای خود داری بفرمایید میشینید. بالاخره یه طوری با هم دیگه کنار میایم. آقایون بفرمایید بشینید. آقا جون بفرما جانم. خیلی خوب چقدر میخواین؟ این بابا یواش. خیلی ببخشید آقایون، صرف کنید یکی. آقا جون شما چقدر میخوایی؟ شبی 200 تومن باشم. 500 تومن با تصاحب، 5,000 تومن بی تصاحب. من برعکس، 500 تومن بی تصاحب، 5,000 تومن با تصاحب، کمترش صرف نداره. از ریختت پیداست که 5,000 تومن رو نمیتونی وصول کنی. ما پول نمیگیرم آقا. شبی 200 تومن.
5000 تومن هر چند شب که باشه. انصافم خوب چیزیه بابا، چه خبرتونه؟ معلل کل نرخش معلومه. و شما؟ پول شنگ قبرمو بدید، پول شنگ قبرمو. جناب عالی جون، شما جناب عالی، ما 3000 تومن گرفتین تا 500 تومن. خب شما والا طرف تا کی باشه، هر 18 سال تا 25 سال مجانی پول نمیگیرم، هر 25 تا 35 سال 100 تومن، از 35 تا 45 200 تومن، تا 55 500 تومن، از 60 به بالا معامله نمیکنم. جناب والا من از ثوابی کارو میکنم، هر چی هم بهم بدن میگم خدا برکت بده، هیچی نمیگم. نفهمیدم این کارا یعنی چه؟ آقای مسکوری مگه چی شده؟ کلا این چه بساطیه تو خونه من دروردین؟ هادی خان. آقای هادی خان، باری کلا. نه خیر، باز تمام تقصیرها افتاد گردن من بیچاره. یلا یلا بزنی بچه، یلا نرخم معدل نرخم، بزنی بچه دود باش هری، بزنی گول خدا دارم کنی بابا، دفع این جنازه هم بخونه ببری منه، جا نجرید منه ببری. یلا یلا دود باشین، دود باشین، آبرو و حیثیت واسه من باقی نذاشتین. اینجا چه خبره؟ عرض بدن اون باجره برده بیا بودو. آخه شما فکر نکردین من توی محل آبرو دارم؟ قرار شد همه کمک کنیم دیگه. ای تو کمک تو برم اصلا که میشه کرد. بچه خونه ها جمعه اگه اهل محل بفهمم پشت سر من چی میگن؟ خب برای همینم هم من رفتم از ورامین اینا رو اومدم. منم رفتم از یه قهوه خونه سر راه قوم اینا رو جمع کردم. حاجا سر کار بتون بتون محلل رو آوردم. لا اله الا الله، ای خدا به مد بده از این زندگی راحت کم. ها چی میخوان تو خونه من؟ خونه من شده کاربون سرا. یه دستر بیرون کنی دستر دیگه بیا. ای که یا الله رو زنی بچه های آقای محترم، حاجی آقا علا مرد خیر و نازنینی آیا؟ این حرفا چی آقای رافی؟ شما که ما رو جایی بد که میبرید به خدا آقای مذکوری ملاحظه شما رو کردم، ولی با همین چوب سرکله همه شنو خود خاکیر میکردم. هی در با میشه رنگ و وارنگ آدم میاد تو خونه من شده بازار برد فروش ها. بفرمایید تو، حالا خودتان با چشم خودتان خواهید دید حاجه ها چه دست دید بارد. سلام علیکم. برو میگم برو. از من نمیفهمم چه میگویی، بلندتر به گوش من زنگینه است، نمیفهمم چه میگویی. نمیفهمم. ای خدا من مرد بگرم. یه شوکه روحیه. مردونه برو، نه با کلاجیس دخترونه. برش من تو عقب مونده ای پدر، عقب مونده ای. دیره نکن، چیزی نیست. دکتر گفت به محض اینکه شمسی خانم رو ببینه حالش خوب میشه. همیشه معذرت میخوام، ایشون همشیره ما هستن. قرص و شربت رو همونطور که دستور دادم بهشون بده میل بکنم. چشم. این اتاق رو هم خلوت کنیم، بذارین در حال سکوت استراحت. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش از قول من به خانم بگو کلید نجات حاج آقا دست ایشونه. خب خواهش میکنم بفرمایید. جون این بچه‌ها بفرمایید. خجالت حاج آقا باید خانم رو ببینه. البته بدون چادر. بی چادر. آخه آقا حالا نامحرمه. بی چادر اثرش بیشتره و بی لباس اثر قطعی داره. خدا خدا مرگم بده. به امان خدا. آقای دکتر یه دقیقه وایسی. مگه روی جنازه بنده. آخه من جون این بچه‌ها هستم. ببینونه جون بالاخره درست میشه. من قول میدم خیالت از هر جهت راحت باشه، تو باید دونم اطمینان داشته باشی عزیزم. باره کنم ایبا، چرا همچی میکنی؟ رو تا بگی به تو چه؟ این از آقا شونه من بدتر.
تر شدی. دو تا بگی بله، دو تا سیگار. محمد آقا، آدم که با خواهر بزرگترش اینطوری حرف میزنه بعد بابا تا. بیا بریم از. بیا. بابا جلو اب نمیشه. تو رو خدا بفرمه اینا ای مسئولی. والله خجالت کشیدم من. بابا این بعده. ناراحت نشه مونی جون. اون بچه هست. به هر حال کم کم عادت میکنه. امین خان آقا جونتون تشریف بردن. شما چرا وایسادین؟ میخواستم شما رو مهمون کنم با هم بریم سینما. موافقی؟ اما با آقا جونم نگیا. نه. خاطر جمع باشه. من و تو منیر. چه سوچا؟ خب من و تو منیر دیگه. من و تو نمیخوام نمیام. خداحافظ. دست شما درد نکنه. فردا پس میام. قابلی نداره. خداحافظ جانم. به سلامت. آجم این کارا یعنی چی؟ دنبک واسه چی؟ دکتر گفته. خاک به سر. سلام علیکم. امیر خان تو رو به خدا منیر و محمد و ورشون دار ببر سینما. این پسره نمیزنه. منیر نمیشه. تو فضولی نکن. دکتر گفته. بی خود دیگه رسوا شد دلم. دیگه رسوا شد دلم. خانم چادرتون رو بردارین. ایوا خاک بسرم. دکتر گفته. ایوا آخه گناه داره نامحرم. آدم وقتی میتونه یه مریضی رو شفا بده کلی ثواب داره. اون گناه به این ثواب در. تازه این چادر نماز دیگه. بفرمه برین تو اتاق پیشش. چطور میتونم از این مرد نامحرم رو نگیرم؟ بابا دکتر گفته. ایوا تازه گفتش همین الان اگه شما لخت مادرزاد بشین آقا فلفور خوش. خاک بسرم. فلفور خودتون. ما والا اینجور ناخوشی ندیده بودیم که دواش لخ شده. باشه. ایوه خاک بسرم داره هزیون میگه. ای آجر بی حیا و برو گم شو. گل خواهم و خار من نخواهم گم شو. من شمسیم. شمسی. نگاه کنین. شمسی اومد. بهش کن، مریض حالیش نیست، گناه نداری. خدا چرا؟ از فراغ روی ماهت ناتوان گشتم بابا گشتم بابا. زود علاجم کن که زار و خست جون گشتم بابا. ای خدایا هوری گرداری مثل شمسی زود خلاصم کن که آمد جان شیرین بر شمسی حلال شما. ماز ماز کنگر ماز شمسی خانم ماز ماز کنگر ماز 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 کنگر ماز دوای دردش اینجاست. ماز ماز کنگر ماز 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 کنگر ماز دستت درد نکنه. مادر خانم تو بگو این مشکل رو چجوری هست؟ والا حاج آقا من اگه بیلزم بودم خاک بر سرم. مرد نامحرم اینجا نشسته خجالت بکشه. دایی جون من بگم چیکار کنی؟ بگو دایی جون. بیجونم یا به تو نمیده دیگه دخالت نکن. بفر یعنی چه؟ من بیکیم بابا کیم من بیکیم. آره بابا بگو بود سالسلک خود چه خود حرف راست باید از بچه شنید. من بگو جونم چی کار کنیم؟ بگو بیا بگو چی کار کنیم؟ میکیم. چی میگی؟ بیا چی؟ مامانو بوس کن. چی؟ مامانو بوس کن. من بوس کنم؟ نه بابا تو بوس کن. نه تو بوس کن.
بچه رو بگیرینش. قربونت لا لا خب هاجر نگفتی چیزی به عقلت نمیرسه؟ والا چه میدونم، بیا بیا بریم بغل بابا. چه میدونم والا، هرچی خدا و رسول گفته همون کارو باید کرد. اینه که خودم هم میدونم آیا آبرو در میونه. برم یه نرخه رو بردارم بیارم اینجا. هر کی سه طلاق میکنه جورش هم باید بکشه. آبروی شما به جای خودش. من اگه قیمه قرمم کنن تن به این کار نمیدم. همش تقصیر تو پدر سوخته است. مرده بودی اون شب، راستشو به من بگی. اون شب کی جرأت داشت با شما حرف بزنه؟ تازه من میخواستم بگم خانوم نذاشت. من میترسیدم خون را بیفته. آقا جون تقصیر این منیره. خفه شو دیگه. هیچم خفه نمیشم. خواهر من حق نداره رو پشت اون با پسر همسایه حرف بزنه. میگم با هم رفتیم سینما. عزیز سر شماست. منم همینو میگم. یه خنگ دیوونه یه سنگ تو چاه میندازه، ده تا عاقل نمیتونن درش بیارن. همش تقصیر این پسر احمق من. اما مقصر اصلی شما هستین که زودتر نرفتین. بسیار خوب، مقصر اصلی منم. برای این تقصیرم حاضرم کفارم بدم. آج آقا نه خیر، رضایت نمیدم. علل خصوص شخص شما رو. برای حفظ آبروی خودتون میگم، یعنی میگم از تو خودمون بیرون نره. شما باز یه کسی رو پیدا کنین که فردا چش تو چش نباشه. اصلا برین یه ولایت دیگه، قالو بکنین و برگردین. عزیزم کارای تو باعث میشه آبروم هم بره. خب میکنم تو شهر غریب منو کنج خونه انداخته، اون وقت میخوای آبروت هم حفظ کنم؟ اون کنج خونه تی تی کم داشت. همه چی دیدی مردی خسیس نیافتاده که قدری منو بدونه. میگه زن شوهری فقط یه لقمه نونه، نظر دهنم باشه تو اتوبوس ها. آقا یه سونگی رو بردم، همونه که ما میخوایم. مریضه، مرد نیست. از کجا میدونی؟ زنش واسه همین میخواد ازش طلاق بگیره. آره تو یه خورده دندون رو جیگر بذار. دکتر گفت یکی دو سال دیگه برمیگردم سر جای اول. اولش هم همچی توفیه نبودی، بی خودی واسه من قپی نیاد. خب تقاضای طلاق بده، من میام امضا کنم. من تقاضای طلاق بدم که مهرمو بالا بکشی؟ چه حرفا. ببین شوهری که یه سال اعصاب زنشو داغون کرده سا باید خسارت بده. دکتر اعصاب من گفته همیه ضعف اعصابت از همین است، باید زود ترزش طلاق بگیری. و سلام چی چی مگون؟ به کشتی برد؟ مگه چی؟ خاک برسر میخوای آبرون بره؟ این یارو اونی که میخواییم میره. شما هم نیستیم. پس باید بسازیم. من تقاضای طلاق نمیدم. جهنم، مهرم، حلال، جونم آزاد. رسیدیم اصفهان، یه راست میریم محضر. آقایون 20 دقیقه بیشتر توقف نداریم. شما نمی فرمین، ببرمین ببرمین سرمون بگیم، ببرمین 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 ببرمین. دو تا چای بزن جا. چای شما اصفهانی هستین آقا؟ بله. ما تهران زندگی میکنیم. بله زندگی که چه عرض بکنم، روزی هزار دفعه زوم میکنم. چطور مگه گرفتاریتون سر چیه؟ زن زن زن. آه بله، یه زن بلا باشد در کاشانه‌ای، بی بلا هرگز نباند خانه‌ای. مثل اینکه خونه شما هم از این بلا داره نه؟ ما هم یه گرفتاری داریم دیگه. اما گرفتاری شما سر چیه آقا؟ زن زن مرضی زن. بله دو تا مرد خیلی چیزا رو میتونن به هم بگن. خجالت نکشید، ناخوش بیماری دست خداست. یه عطاری دم چارسو بزرگ هست، یه مجونی درست میکنه که میگن کولاک میکنه. شما امتحان کرده؟ من؟ خدا رو صد هزار مرتبه شکر هنوز احتیاج به ادویه جات پیدا نکردم. اما برای شما خیلی مؤثره. دردی منو این چیزا دوا نیمی کنه. چطور؟ معلومه شو اوضاع شما بس خیلی خراب آقا.
پس بذار راستش بهت بگوام. من عمدن یه سال خودم رو به ناخوشی زدم که بلکه این ضعیف خودش شرش رو بچنه و بره دارالمجانی. بیا نگاش کن چطور این؟ دفعه دارم که یکی از یکی خوشگل تره. این همه مال شماست؟ بفرمایید. آب زرد دو تا چای داشتیم میشه 4000 آقا. این پول چای من. دو تا چای داشتید؟ نه من یه چای خوردم. گوشو تر رفت بله چای چیشو؟ مسافرهای اصفهان سوار شد. مسجد جان رو بگردیم یکی بگردیم. نه حاجی جون، من میگم ما بی خودی چهار تایی داریم میگردیم، اگه تخص بشیم به چهار گوشه شهر زودتر پیدا میکنیم. من خودم میرم طرف های منار جمعه، منم میرم کنار زاینده. من کجا برم؟ تو هم اطراف هتل اصفهان رو بگردیم. آره آره خدا. من هم همین جا رو میگردم وقتی من بشه بعد جنسی که از زنه رو طلاق نمیداد. شوهر اون زنه باباش کوبید تو سرش. حالا این با چماق باید میکوبید تو سرش. آنیر اینجا چه کار میکنی؟ دارم عقب محلل میگردم. بیا پایین. بیا بالا. بیا بالا. نه تو بیا پایین. نمیشه مامانم نمیذاره. خب مامانت هم بیار. با هم بیای. بیا پایین. آره خیلی خوب صبر کن. اما ای میگه نه با یکی نه. شما مثل خواهر من هستی. من که نمیخوام تو فامیلی کلک بزنم بی سر صدا. عقل میکنیم بلا بزنم طلاق بزنم کار شما بیفته. اینا زودتر به هم میرسن. پنی نفر رو خر خودش کرده مردشته راه انداخته دور تا دور اسمون. جونه جونه شما آقا خر چی؟ به خدا چیزی که کم داریم فقط یه خر موره است. اینا برای چی؟ اولاغ موسیو برای اولاغ لازم. آه فهمید فهمید. پنج لازم. شما اهل کجا؟ امریکا. حاج آقا چند حسابش کنه؟ از اشتباس تو امریکا اولاغ هست. موسیو امریکا اولاغ هست؟ آه خیلی زیاد. آدالا پنه حساب کن. صد تومن میشه. آه نو نو پنج تومن. این شنیده که تو ایرون چونه میزنن اما نه دیگه صد تومن به پنج تا. آره بابا اهله کجا بود؟ میگه اهل امریکاست. به نظرم خارجی باشه. اگه یه خورده زبان خارجی هم بلد نبودیم ما نمیتونستیم کارسی بکنیم که. Thank you.
مشتری سلام نه آقا مالتون چطور؟ نه آقا من فروشنده نیست. اومدین اساسی من میخوام شما کمک کنم. شما چی دنبال من؟ من میخوام به شما کمک کرد. شما که کبریت داشت چرا از من خواست؟ مگه شما مریض هست؟ من اینجا خراب. You are اصفهانی؟ نه 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 من تهرانی. تهران. من توریست، شما توریست، با هم رفیق. اوکی. نه 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 این خوب نیست. بفرمین. متشکرم. بفرمین آقا. بابا بذار من جلو مهمون. اوکی. بوسیو. چلو کباب. بخور بخور. بسم الله. ماما، قیافشم بد نیست، نگاش کن. آه، مرد شور. من یه موی گندیده آقا جونتو با هزار تا از این کافرها عوض نمی کنم. شما چرا مسلمان پیدا نکرد؟ من مسیحی هست. برای اینکه بخواستم غریب باشه. غریب؟ غریب؟ means tourist. Tourist. آه، لازم باید تورست. آه، ولی تورست. 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 چیزی نیست. عقد میکنی، بعد طلاقش میدی. حاج آقا، اول باید مسلمون بشه، بعد صیغه عقد رو جاری کنی. چه بهتر؟ یک دیدو نشونه. هم کارمون رو را میندازیم، هم یه کافر مسلمون میکنیم. امیر، حالیش کن. You must be first مسلمان. No, 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 I am a priest. قابمون سعید، ایشون کشیش تشریف دارم. به هیچ وجه مازن نیستن مسلمون بشن. حاج آقا وسط پیغمبرا جرجیز رو گیر آوردن. کشیشا اصلا زن نمیگیرن، واسهشون حرومه. جونه من؟ از شما حتما باید مسلمون بشین. زن نمیگیرم کدومه؟ زن و مرد خدا واسه هم خلق کرده. اگه زن بگیری انقدر خوبه، شب جمعه میری خونه، در میزنی، در وا میشه یه فرشته قشنگ منتظرته. خب دیگه بعدش بعد بچه دار میشین، دو تا گیس کلاوتون، سه تا کاکول زری، دکوه. حالا میبینی دین ما چقدر بهتره. لکتس، این زن من، این من، این بچه های من. مامان حفو هم داری، یه رو زن و بچه داری. ایبر گفش تو هم بچه ما کشیش نیستی. من کشیش پروتستان هست. گنجی کشیش پروتستان حق ازدواج دارم. آه، موچه بهتر. دفعه اولش هم نیست، درسش هم ریخته. ولی ما حق نیست دو زن گرفته باید. ولی ما حق هست چهار. میکوب شناخت و بیشتر رسوم و عادت شما رو فهمید. من درس فارسی خون، تاریخ ادبیات شما دونست، شعر فارسی کیلی کیلی کوب هست. من همیشه مطالعه کرد. بنی آدم، بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش، که در آفرینش ز یک گوهرند. این حرف مسیح بود، ولی سعدی شما خیلی گشنگتر گفت این حرف. نه، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. اینم بلدی؟ اینم مسیح بله. شما گفته؟ بله بله بله. خب بله. بیا، رأی خواهشو گیر آوردم آقا. ببین، من یه بشرم، تو هم یه بشری. این بشر یه دردی داره، این دردشو فقط تو میتونی دوا بکنی. اگه تو به این بشر کمک کنی، مسیح شما خوشش میاد یا بدش میاد؟ مسیح گفت کیلی معذرت میخوام، چه میشه؟ هم دردی، هم دردی، هم دردی، هم دردی لازم انسان. منظورشو فهمیدم، میخواد بگه هم دردی لازمه انسانیته. بله بله. خب پس تو به نام مسیح باید با من هم دردی داشته باشی دیگه، داری؟ یس یس. خب پس تو مسلمون شدی دیگه. آه نه نه نه، این نمیشه. شما موقتا مسلمون بشو، همدردی تو که کردی، خب اگه نخواستی برو جمعه مسیحی بشو. بله نه نه نه، شما با کانون مسیحی شد، دین ما قانون محلل نیست. گشنگ عروسی کن جلفا، کلیکای ارامنه اونجا دوباره تونست عروسی کرد اونجا. به به، شد غلامی که آب جو آره نایافته، دوم دو گوش گم کرد. آقای مذکوری پر بیرا نمیگه ای بیداره آدم 24 ساعت مسیحی بشه بعد دو مرتبه مسلمون بشه. استغفرالله. مسلمونی که دین دیگه اختیار کنه مرتد فطریه و اونو نمیپذیره. استغفرالله. خدای توبه. ببین خیلی آسونه، فقط باید بگی لا اله الا الله.
بگو لا اله الا الله. برکلا مسلمون شدی. خب انشالله مبارکه. بله همین تموم شد. حالا من مسلمون هم؟ بله دیگه مسلمون شد. البته یه خورده کاریای دیگه هم هست. نماز و روزه و اصول و فروع دین و من خودم یادش میدم. گوش کن ظرف آقا رو نمیخواد آب بکشی. خودمون آقای مذکوریم باید سنت بشه. بله. خب چطوری؟ خیلی ساده است. امروز تو آمریکا مردم بچه هاشون رو ختنه میکنن. اصلا شاید این بابا سنت شده باشه. از کجا بفهمی؟ هیچی. فرد میبره بشه یه درمانگاه معاینه پزشکی. یه دقیقه معاینه میکنم تموم شد. بله معاینه بله 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 اونا منو میبرن. چی رو میبرن؟ با چی؟ با چاقو اونا. بیا اونا. خلو بس. بیا بریم. بیا. نگرش دار سر کن. آقایون حرکت نکنه. چاقواتونو تحقیق بده. بیا داریم من. چاقو نداریم. این موسیقی میگه شما میخواستید با چاقو نشو بریم. نه سر کن. میخواب سنتش. خیلی خوب با تو فرق شید. من ایتالا آدم ندیدید. بیا بریم. کجا رفت؟ بیمارستان. او نو. چیزی نیست با یه اصلا درد نداره. نو نو نو. اصلا ترس نداره. چشم هم بداره. تمام میشه بابا. میدونی سر کار. این کار ما هم جنبه انسانیت داره. و همین که یه کافر مسلمون کردی. حتی چشم هم بذاره تمومه. از بعضی جهات هم به نفع خودشونه. آره درسته. هادی خانم اونجا رفتی چیکار؟ بابا چته؟ هیچی. اتفاق بدی افتاده؟ مدت هست که این اتفاق افتاده. خب آخه چی شده؟ دست رو دلم نذار. 10 ساله که من بدبختم. من تا حالا عشق به چشم شما ندیده بودم. همیشه فکر میکردم پدرم یه مرده. خب چرا گریه میکنی؟ آره پدر تو یه مرد هست اما فقط ظاهرش برای اینکه لباس مردونه تنش. پسرم امشب میخوام دردم رو بهت بگم. دردی که از قب و قصه داره داغونم میکنه. پدر تو 10 ساله که دیگه مرد نیست. قیافه یه قم زده یه مادرت یادته. خدا بیامرز از قصه یه همین دکم. داداشم کار داشتم. آقای مذکوری ببینید ایشون چه فرمایش داره. من که پام تو آبه نمیتونم بیام. پس خودتون بفرمایید تو بگید. Ha, 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 ha.
ایشالله مبارک هست بر سبیل عادت هست کردن. آقای رفیق زود باشین وکالتنامه طلاق رو حاضر کنی ایشون امضا کنه. جلو دیگه زود باشین. جناب آقای مسکوری جواب ایشون را بدید آقا. حالا که نمیشه خلاص شده باید عده سر بیا. خیلی خوب حالا ایشون وکالتنامه طلاق رو امضا بکنن بعد صیغه طلاق سر موعدش جاری بکنن. سبحان الله سبحان الله. من جایز نیست آقا. نمیشه شما از چی میترسید؟ حاجی خان اولا از خودمونه، دوم من آدم مطمئنیه، سوم من شما خودتون میدونین حاجی خان سر موعد میاد و امضا میکنه. بله درسته، بنده که به ایشون اطمینان کامل دارم، هرچی باشه ایشون پدر دوماد ما هستن، یقین دارم که امضا میکنن. اما خب دیگه کار از محکمکاری نمیکنه. بله حالا اگه سر موعدش امضا نکنم شما چیکار میکنین؟ حالتان شوخی گرفته؟ نه شوخی نمی. واقعا اگه امضا نکنم شما چی کار میکنین؟ خواهدی کنم حالا ما رو دست دید. 20 سال شما ما رو دست انداختین، جواب سلام ما رو ندیدین، حالا من میخوام شما رو دست بندازم. طلاق نمیدم. ایوه خاک بر سرم. نفهمیدم. گوشاتو خوب باز کن تا بفهمی. طلاق نمیدم. منو شیطره دو باید دارم. آقا 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 حاج آقا ولش کن، ولش کن حاج آقا. بله میکنه اما هر دو تو خجالت بکشین آقا، قباحت داره. شما بس موهاتونو کجا زیر کردی؟ بیا این طرف حاجی خانه ببر اونه تا چیزی نیست. باید خدا رو شکر کرد که برو من اون صابون حاجی خانه خباز به جومت نخورده. خاک آقا حاجی خان خجالت برو بیا من تو هم احترام دست یا جدی استاده آقای رافعی برو پاسبان صدا کن این مرد که پاک دیوونست. دفعه محلان حسابشه بریست حاجا گوش کنین چه بگن. استرعا میکنم اثار بزنید به سر من. من با کنم من چنار اوه آقای رفتر از شما نگیرم آخه قواهت دارن یه جا کمرم گفت جرم. آقای رفی ایزود گرفتن هر با دوال بودن شهر شوار عرب شیروار خروس کنه یک دیگر بیامد دمان نستان خیر مرد فروغ دارنکان چون که کوفتن به هم شرعد خروشان یک آوره سازم کنون در برد چه سوزد دلم مهربان ما برد خاک خوش هران کس رسد شبت بردم هران که فت کند سر به آسمان که صدا یک دیگر جرف را روب دشگل نامور چو شیری کبر باید از جای گاب چند این هیکر و عقب 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 کن نرانش کن دو پاوی اومد جلو سر کن هیکر باید و عقب برگاسا دو دست از کمر زنگیش و باش باید دو چاپن گوزه تو سیمای اومان هیکلش نقش بند خاک زدش بر زمین بر بکرد و شیر شد دندان تیزش به سال نه بسته بگردی
حالا دهنه تو باز کن. آها گفتونی شکم کوچولوش برم. وظیفت خوب انجام دادی بابا. بله، نیم ساعت به نیم ساعت در خونشون رو زدم و فرار کردم. گفتم ده دقیقه به ده دقیقه. بودو برو رو مرتبه در بزن. بودو برو آجر. بله ببینم اینو ببر یواشکی بده به خانم، زود برگرد بیا. بمدی چی ها؟ با خاک به سرم، اینا کجا آوردی حاج آقا؟ یه ذره بودم مچچا خریدم دادم آهنگره از اون شلوار درست کرده. برای دیدی شمسی بپوشه، این قفلم میزنی بهش قفل میکنی، بعد کلید چه بندر میره میدی به من. فهمیدی؟ چشم. پس روبابم همین الان ببرم دیگه. شمسی خانم خیلی خوشحال میشه. اونایی که گفتم بهش خوروندی بابا؟ بله حاج آقا، از صبح تا فصل به فصل بهش کلم دادم و لوبیا و تروب سیاه. خیالتون راحت باشه. سلام آقای جون. سلام علیکم. وانی زود چادرت بنداز سرت، امیر تو محضر منتظره بابا. واسه چی؟ واسه چی نداره دیگه، وقتی میگم بنداز سرت بنداز سرت. خیلی خوب. دیگه تا حالا کجا بودی؟ باره بابا دارم میرم خونه. بچه بیناله بهتر از این نمیشه. کی بود؟ اگه یه دفعه گیرت بیارم. ای حاجه خانم، شما یه صبح تالایی در میزنی؟ نه خیر، من همین الان اومدم. برو کنار با خانم کار دارم. نه جشنی، نه مهمونی. مثل گدهها بریم محضر عقد کنی. جشنشو بعد میگیری. من حالا میخوام زودتر به امیر حلال بشی که بری خونهشو مواظب مادرت بشی. سلام علیکم. ببین از امشب مانی تو خونه شما میخواد. یه زن کم بود، حالا میشن دو تا. زن که نامحرم نیست که تو ازش رحم میکنی. زن تو خونه هووه. قربون 100 تا مرد نامحرم. شما کلفت نمیخواین؟ کلفت دارم، زنمو میخوام. حاجب تو شما یکی میخواین کم کلفت باشه و ها؟ شما چقدر چشم گوش بسته ایم؟ وقتی با یه مرد نامحرم حرف میزنیم روز بگیم نکبر. مامانه دوست داری؟ و یه الهی قربون شکل تو دختر خوشگل و نازم برم جون. کاره بی تربیتی که مامان جون، خجالت میکشه. عصومه ببین کیه داره در میزنه. اون وقت که من میرفتم در وا میکردم زن توی خونه نبود. چرامش من برم در وا کنم؟ حاجر خانم بریم ببینی کیه در میزنه. بی زحمت شما بچه رو بگیر. اینجا رو باب خانم 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 بیا پیش بابا. با 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 چرم سگ بچه های خاکیه. بودو برو پیش مامانت. تو باب جون قربونه برم. برو تو قربون قدت برم. برو تو اتاق تا من بیام. باری کردم خودت جونم جون. زود باشین بریم تو اتاق، تو اینو بپوشین. زود باشین. واخ 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 واخ، این چی کرده؟ برده برو. کیه؟ کی بود؟ سلام علیکم. معصومه معصومه. سلام. میو یواش کن در باز کن تا من حسابی خدمتش برسم. میفهمی؟ برو یلا. که بر مردم آزار لعنت. اگه گیرت بیارم مخ تو داغون میکنم. به نظرم بچه اون در میزنم فرار میکنم. صبح تا حالا من کشون من دم در. انشالله به پای هم دیگه پیر شیم بابا. من اینجوری آرزو نداشتم عروس بشه. خیلی خوب، حالا آب گوره نگیریم تا برات عروسی مفصل میگیرم. امشب صاف میری بله مادرت میخوابی، میفهمی؟ تا کار مادرت درست نشده هر شب باید بله مادرت بخوابی، میفهمی؟ تا
تو هم انگار نه انگار آمیزه میگه. بله چشم جریه نکن من ایشون بلاخره درست میشه بسه دیگه. آقا جون منیر کجاست؟ به تو چه؟ حالا دیگه به من چه؟ حالا میرم با توسری میارمش. وایسا ببینم هنوز سرش از پوست دختر در نیورده غیرتی شده واسه من. شما خبر نداری چند دفعه دیدم با پسر همسایه خلوت کرده. پسر همسایه که؟ همین امیرخان دیگه. آه اونا عیب نداره دیگه، اونا عقد کردن محرمن دیگه بابا. خب عقد کرده باشم من نمیذارم شب خونه اونا بخوابه. میگم فضولی نکن بچه جون. پس یه شلوار آهنی هم برای منیر سفارش بدی. میگم امیر عقدش کرده. خب هادی خانم مامانم عقد کرده. بچه جون گنده تر از دهنت حرف نزن آبار میگی به کپ. خجالت بکشم دیگه تموم شد مگه ندید زنم آوردم تو خونه؟ خب بله همون که حالا نیست فقط نش بده معصومه. بله خب اومدم خیلی خوب معصومه. بله چیه این صدای خیر تو خیر چیه تو اتاق ما میاد؟ من چه میدونم شاید موریون است کارتون همین بود. نه خیر بفرمایید تو مرزشو ندید. خانم این بچه رو بدید دست باباش خفه شدم. بچه تو 7 سال بعد پیش مادرش باشه این رسمی همیشه من اینجوری باید بله همینه که هم بیدار دیگه. چه میدونم لابد خربوزه خوردم. یه دفعه گفتم صبح و عصر. وا آدمیزاد ساعت نیستش که. خب وقت بی وقت لازم میشه. لا اله الا الله. بیا بگی وای میسی اونجا قفل میکنی کلید چه برم داری میاری. بادو منیر جون بیا کلیدو ببر بهش بده. خیلی خوب خیلی خوب ترسیدم آفیدم کنم تو بخگی رو بردی ما یاره چه شما شب تو تو خودم کلید گرفتی؟ واو زهرمار در بزن کلید میگی
پناه بر خدا. مانیش کلید کلید رو بده من. یالا بگیر این کلید. بگیرش. بزن محکم بزن بزن. این دفعه کلید رو خودم. وای سمیرم شما را میزنن؟ دقیقه به دقیقه. ببخشید آقا شما را کتکم زدن؟ بله آب جوشم به سرم ریختن. خب شکایت دارین؟ نه خیلی میخوام ازشون تشکر کنم. البته که شکایت دارم. دادگاه حمایت خانواده رأی به صدور طلاق نداده؟ نه خیر آقا تو دفتر محضرم ثبت نکردن. پس طبق قانون هم از خیالتون کاملا راحت باشه. ظرف 48 ساعت هادی خان خفاز و محضردار رو به زندان میندازم. محضردار فامیلم آقای دکتر، من نمیخوام مزاحمش بشم. اون که تو دفتر رسمی ثبت نکرده میتونه به کلی منکر بشه یا راه حل دیگه ای پیدا کنه. آخه چه راه حلی؟ ما خلاف قانون عمل کردیم، جفتمونم میبرن زندان. آقا جا من زن بچه دارم، اومدم ثواب بکنم کباب شدم. برای این ثواب جا طبقه هفتم جهنم. چرا مگه من خلاف شرع عمل کردم؟ چه خلافی بالاتر از این؟ بدون اجازه من زنمو سه طلاقه کردی بعد. یار داره حاج آقا ملازم بفرمایید، این وکالتنامه ای که خود شما امضا کردین. ایو حاضر. من عصبانی بودم نخونده امضا کردم. ملاحظه بفرمایین، قبل از امضا بخوانید. مقصر خود جناب عالی اعتراض آقا. تقصیر حضرت مستطاب عالی است که قبلا برای بنده نخوندید. مگر بی سواد بودین که من برای شما بخوانم؟ این مزخرفات چیه؟ من این چیزا رو نمیفهمم. طبق قوانین جاری مملکتی خانم شمسی مذکوری همسر قانونی منه. بله. و شما برخلاف قانون این زن واسه یکی دیگه عقد کردید. میرم شکایت میکنم، پدر همتون رو میسوزونم. اینو دیگه وکیل گفته. قانونن حرف وکیل شما درسته، اما اگه شکایت کنین حاج آقا ریش منم گیر میفته. آقا مگه این طلاق و ازدواج تو دفتر شما ثبت شده؟ نه اما من نده دیگه. خب بزنین زیره. حاج آقا اختیار داری؟ شما چرا این حرف رو میزنین؟ قانونن میتوانیم به زیرش بزنیم، ولی از نظر شرعی گناه کبیره است. ما وجدان داریم، ما مسلمانیم. سب کنین آقای رافی، ایشون چون وکالتنامه رو امضا کردن، از نظر وجدانی و شرعی مثل اینی که اصلا به شما وکالت ندادن. پس امضای ایشون معتبر نیست؟ امضا چرا، اما شرعا این وکالتنامه معتبر نیست. بنده هیچ سر در نمی آورم. یعنی من به شما امضا دادم اما وکالتنامه برای طلاق ندارم. پس اون چی؟ وکالتنامه ای که به رویت موکل نرسیده باشه باطله. باطله. پس طلاقم باطله؟ بله، عقد مجدد هادی خانم باطله. بله آقا باطله. باطله 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 باطله. بله باطله. باطله. بله باطله. باطله. بله باطله. 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 نه مال اونا باطله. باطله باطله باطله. Thank you.
دوای دردش اینجاست، ماست ماست کنگر ماست، ماست ماست کنگر ماست، شمسی حلال شماست، ماست ماست کنگر ماست، شمسی